درود بکرم به علاقمندان دوستان ورزش، ایرانیان مشتاق و دوستان برنامه ستون یک شنبه شب خدمتتون هستم. با افتخار درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران با هم مفصل صحبت خواهیم کرد و گپ و گفت داریم درباره اتفاقات و حواشی لیگ برتر و این داستانی که داره صورت میگیره در هفته های بسیار حساسی که هفته های پایانی و رفته رفته تیم ها مدعیان قهرمانی و تیم هایی که در حال سقوط هستن مشخص میشن. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان خوبم، علاقمندان ورزش، ایرانیان و فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و ورزش هم در دستور کارتون باشه. دو یک شنبه شب طبق معمول هر هفته خدمتتون رسیدم به اتفاق دوستان خوبم و به خصوص شروین ادیتور برنامه تا درباره اتفاقات حواشی فوتبال ایران با هم صحبت بکنیم. اتفاقات حواشی که زیاد از فروش سهام سرخابی‌های پایتخت تا این لحظه هنوز که هنوزه هیچ خبری نیست. گفتن که 5 بانک میان و سهام 81% سهام پرسپولیس رو میگیرن، اما تو همین 7-8 روز آینده که کنفدراسیون فوتبال آسیا بهشون وقت داده، من نمیدونم دقیقه 90 یا در وقت‌های اضافه میخوان یک کاری بکنن. یعنی یه گره که راحت با دست باز میشه، من نمیدونم چرا خیلی نظام دوست داره با دندون باز بکنه و همیشه تو همین لحظه که من خدمتتون هستم، بغیر از اینی که فلاکت و بدبختی برای مردم داشته باشن، چیزی ندارن. تو همین ورزش هم بیداریم میبینیم که چه اتفاقاتی داره میافته. به حضورتون عرض بکنم رقابت های بسیار حساسی لیگ برتر تو این هفته و هفته 23 برگزار شد. استقلال در عراق آلومینیوم عراق رو شکست داد، با 50 امتیاز در صد قرار داره. پرسپولیس با تک گل عیسی آل کثیر مروان بندر انزلی رو برد و الان 49 امتیاز است و رقابت بسیار فشرده است. سپاهان تراکتور یه جورایی میتونم بگم با شکست سنگین تراکتور مقابل زوبان و تساوی سپاهان مقابل نساجی، یه جورایی از گردونه تیم‌های مدعی قهرمانی خارج. در انتهای جدول هم نفت آبادان و نساجی و استقلال خوزستان رقابت فشرده ای داره. اما موضوعی که امشب براتون انتخاب کردم و میخوام صحبت بکنم، این صحبت‌های بی سر و تهیه که جواد نکونام و کادر فنیش مهدی هاشمی نصر، محمد نوازی و دوستان دیگرشون میکنن و همینجوری ادامه پیدا کرده. این فرهنگی که کیروش تو فوتبال ایران آورد، بریزید سر داور و با هر سوت و هر اتفاقی که میفته یه جوری فوتبال از جریان خارج میکنن تا بتونن کار خودشون رو زمین پیاده کنن. تو همین بازی با آلومینیوم عراق هم کم ندیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. اون دقیقه 3 یه جوری خود کارشناسان داوری گفتن باید میلاد فخردینی از بازی اخراج میشد، اما کارت زرد گرفت. ببینید فوتبال داور سوتو زده از همون ثانیه اول. جواد نکونام، مهدی هاشمی نصر، محمد نوازی بیرون از زمین، روزبه چشمی رهبرشون در داخل زمین و چند تا بازیکن دیگه میان میریزن سر داور و برای هر سوت معمولی هم یه اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم میزنن. یعنی دیگه از اون حلاوت و اون شیرینی که این بخواد یه حاشی هم داشته باشه، اینا اصلا حد رو گذروندن و یه جورایی میتونم بگم که به لجن کشیدن همه چیز. و الان شما نگاه بکنید همین درگیری و دعوایی که بین علی خطیر و جواد نکونام رخ داده، من میتونم بگم که جواد نکونام شاگرد ممتاز کلاس درس کارلوس کیروشه، نه در بحث فنی و مسائل پرنسیبی و کاریزماتی، در مسائلی که خیلی تو فوتبال جایگاهی نداره، اونم مسائل حاشیه‌ایه. ببینید مربی بودن فقط این نیست که شما بار فنی داشته باشی و بخوای تو مسائل فنی
جایگاه داشته باشی و تیم تو رهبری بکنی. مهمتر از اون معلم، یعنی مربی، یعنی معلم کاریزما داشته باشه، هر رفتارش پرنسیپ داشته باشه و یه جایگاهی باشه که همه بهش احترام بذارن و بازیکن ها و شاگرداش بتونن از اخلاق و منشش چیز یاد بگیرن توأم با مسائل تاکتیک های فنی. خب این چیزها رو ما تو استقلال نمیبینیم. من نمیخوام واقعا رنگی با یه طرف صحبت بکنم، دارم واقعیات رو میگم. شما نگاه کنه تو بیرون زمین چه دعوا و چه فقط مونده یقه هم دیگر رو علی خطیر و جواد نکونام بگیم. جواد نکونام یه تیم به شدت چاله میدونی داره در کنار خودش و دوست داره یقه همه رو بگیره، از مدیر خودش، از افرادی که فکر میکنه باهاش خوب نیستن، تا داوران و فدراسیون فوتبال و اتفاقات دیگه که رقم میخوره. آقای نکونام، اینو دارم جدی میگم، فدراسیون فوتبال که کدبسته در اختیار شماست، اینو من نمیگم، اینو همه دارم میگم، من اینو دارم به واقع دارم جدی میگم، اینو واقعا دارم میگم، فارغ از مسائل رنگی و مسائل فوتبالی، اینو صادقانه دارم میگم، دارم به عنوان یه آدمی که از بیرون نگاه میکنه. شما نگاه بکنید هر سوتی که داور میزنه میریزن سرش، حالا فوش و فضاحت یا هر چیزی، مصاحبه های قبل و بعد بازی، بابا آقای جواد نکونام رفتی شبونه قطر قرار داد بسته، اینو من نمیگم که، اینو خیلی دارم میگم، بابا فرهاد مجیدی یا افراد دیگه که این همه تو استقلال قدمت و سابقه داشتن انقدر یقه پاره نمیکن برای استقلال. چه مسخره بازی شما در آوردی. امیر قلعه‌ای بهت صحبتی بکنه، سه بار استقلال قهرمان کرده، یه تاریخچه تو استقلال داره و شما سر همین امیر قلعه‌ای که میخواستی بری از استقلال با همیشون مشکل پیدا کردی، تو مصاحبه‌های متعدد یه جورایشون رو جویدی دیگه، همه شاهدن دیگه. بابا شما فکر میکنی که تو استقلال مثلا استقلال صاحب نیست، استقلال بازیکن جه جواد نکنم و از عالم غیب اومده بالا مثلا یه نکنامه؟ من نمیدونم شما تو لالیگا چی یاد گرفتید. آخه فوتبال که فقط مسائل فنیش نیستش که. شما الان تو فوتبال دنیا نگاه بکنید، مربی لچه تو ایتالیا چیکار کرد؟ یه رفتار با بازیکن هدف که درجا اخراجش کردن. شما بدتر از اونا رو داری پیاده میکنی. فقط من یه نمونه اونو مثال دارم، یا مربیان دیگه ای، یا بازیکنان دیگه ای، مگه میشه رسانه ها گریبان بازیکن رو میگیرن دودمان طرف و رسانه ها و مردم تو فضای مجازی به باد میدن؟ شما چی حساب کردی خودتو؟ مثلا تو استقلال یه 5 سال 4 سال بازی بکردی، واقعا میگفتیم جواد نکونام 4 سال تو استقلال بازی کرده، سراتای بازی کردن شما تو استقلال یه فصل هم نیست. بعد ادعای چی شما دارید؟ اون داور پرسپولیسی، اون حق ما رو خورده. من همه میدونن که من خودم بارها تو برنامه‌ای که خودم حالا اجرا کردم و جای دیگه مهمون بودم از من سوال کردن، گفتم علی خطیر یه آدم سر تا پا فاسده. فاسد به معنی این که بحث فساد مالی داره، فسادهای اداری داره و روابط پیدا و پنهانی که با آقای تاج و خیلی های دیگه داره. همین الان اگه ایشون آقای خطیب مدیر عامل استقلال نبود، آقای جواد نکونام شما 10 بار هم محروم شده بودی، هم امتیازات متعدد استقلال کم شده بود، اما هیچ کدومشون نداری نشده به خاطر که علی خطیب داره اون پشت زد و بندهای خودش انجام میده. اینا به کنار، من واقعا اگه جای آقای خطیب بودم مطمئن باش درجا شما رو اخراج میکردن، به خاطر که هیچ آبروی واسه مدیرت باقی نگذاشتی. اینایی که من دارم میگم ماها نمیگیم، افراد به قول رهبر ایران که همه رو میگه دشمن، همه به قول خودش دشمن یا دشمن فرضی از خودش از کسای دیگه درست کرده و همه دنیا رو فهم میکنه دشمن ایران و مردم ایرانه، اون تئوری توته و یه حبابی برای خودش درست کرده. تو هم دقیقا تو همون کتگوری و ظرفیت هستی.
آقا داور اینجوری شد، آقا فلان اونجوری شد، تیمای دیگه اونجوری شد، شما مدیرتو تو لجن کردی و در آوردی. و من دارم اینو جدی میگم، واقعا علی خطیر خیلی مشتیگری تو الان داشته و خیلی معرفت به خرج داده و هر مدیری دیگه بود مطمئن باش ثانیه ای نمیداد، حداقل میخواست آقا بگه من مدیرم، من کارفرمام، شما کارمند باشگاه هستی، شما مدیر و کارفرمای خودتو به لجن کشیدی و هر کاری خواستی کردی، یک دونه مربی شما در دنیا برای من اسمیار که یه همچی کاری کرده باشه. تو همین ایرانش من ندیدم، تو همین ایرانش من تو حالا ندیدم یه مربی مدیر و همه رو بیاره توی بشکه مملو از آشغال و هزار داستان دیگه که اینجا جاش نیست، مدیر و تمام همکاراش اونجا هم بزنه. آقا در مورد بازیکنایی که مثل اورونوف و کسای دیگه هست، الان هم فیلماش هست، هم اون پیام واتسابی شما از هم اتفاقاتی یه رقم خورده، شما گفتیم من این بازیکن رو نمیخوام، من دوتا بازیکن داخلی میخوام، یا اینو میخوام اونو نمیخوام. آقای نکونام اگه چیزی هست تو زمین نشون بدید. این چه نفرت پراکنی که با مهدی هاشمی نسب و اون افرادی که توی حاشیه تیم برای خودتون درست کردید، حالا عکاسی دارید، هزار داستان دیگه دارید، چه نفرت پراکنی که درست کردید و واقعا میگم همه چیز رو به لجن کشیدید، تمومش کنید. آقا آقا جامو بیار بدید با آقای نکونام، خیالش راحت بکنید. این چه فوتبالی آقای نکونام؟ یعنی شیرینی فوتبال، حلاوت فوتبال، اون جام گرفتن و همه رو شما فاتحهش خوندید. من نمیخوام حالا اسمای دیگه رو این قضیه بذارم، ولی همه چیز رو شما به لجن کشیدید. ببخشید من از دوستانی که دارن این برنامه رو، این ویدیو رو دارن تماشا میکنن، من عذرخواهی میکنم، والا لفظ من و دوستان من این مدلی نیست، اما جواد نکونام کاری کرده که واقعا میگم در این فوتبال رو باید تخته کرد. یعنی اگه لالیگاه که ایشون بازی کرده و با مربیانی که ایشون کار کرده اینه، بعد فاتحه لالیگا رو خون، که قطعا این مدلی نیست. شما رفتار بازیکنان، همین رفتار آقای حسینی دروازه‌بان و کاپیتان استقلال نگاه بکن تو عراق چیکار کرد. نوجوان اومده اونجا باهاش عکس بگیره، چنان با مش میزنه تو سینه این نوجوان که اصلا شما فیلماش هم هست برید نگاه بکنید، اون رفتار روزبه چشمی، بریز سر داور فوش و فضاحت بده آقای چشمی. یا بازیکنان که دیگه داره اونجا بازی میکنه، خب نسل بعدی چی از شما میخواد یاد بگیره؟ از جواد نکونام چی میخواد یاد بگیره؟ آقا شما قهرمان شدید، هی چی میشه؟ اینی که شما هم میگید نمیذاریم قهرمان بشه، نمیذارن قهرمان گوشین، نمیذارن فلان کارو بکنیم. آقا یه چیزی تو زمین نشون بدید دیگه، یه دونه گل میزنید کلا توپو تو آسمون میزنید به زنجیرش. مدیرتون من تا الان میگم واقعا ندیدم یه کارمند مدیر شد به کثافت کامل بکشونه و باز داره اونجا کار میکنه. یعنی دم اون مدیر گم، حالا میگم دمش گم، از یه طرف هم میگم حالا شاید نمیدونم اون مدیر بی ارزه است یا اینکه میترسه کاری انجام بده. حداقل ببین مدیر میاد میگه من یه کاری میکنم نشون بدم که آقا رئیس کیه اینجا. آقای نکونام شما سرمربی تیم هستی، زیر مجموعه تیم، زیر مجموعه باشگاه هستی، حق نداری مدیر تو کارفرما تو به کثافت بکشی که این کارو کردید. یه باندی برای خودت درست کردی از برادر تو، از عکاس و افراد دیگه که کنار خودت گذاشتی، مهدی هاشمی نسب که سردسته لاتولوتا و چماق به دستاست، محمد نوازی هم به همین ترتیب. من از محمد نوازی تعجب میکنم، من توی ایران که بودم خب محمد نوازی استقلال و سبا و جای دیگه بود، خیلی شخصیت آروم و متینی داشت. محمد نوازی اگه بیاد برای استقلال حرف بزنه، من میگم بالای 10 سال برای استقلال بازی کرده. جواد نکونام کل فوتبالش برای استقلال یه فصل هم نبوده.
من نمیدونم شما سرتون رو کردید مثل کپ تو برف و هر چیزی که هر کاری که دلتون میخواد دارید میکنید. مگه میشه یه همچین ماجرایی؟ واقعا امکان داره من فوتبالی و این اتفاقات حاشیه‌ای که توی ایران الان داره میفته بعد سردمدار جواد نکونامه من میگم در این فوتبال رو تختش کنید آقا، یه جام به جواد نکونام ببره خونهشون شب باش بخوابه یه آرزو به دل نمونه. ایشون آقای نکونام همون مربی که شبونت فولاد تو باشگاه لیگ قهرمانان واسه تنها گذاشت اومد ایران، این همون آدم. بعد ادعای معرفت و مشتیگری و مرام میکنه. ایشون همون آدمی که استقلال تو نیم فصلی که ایشون بازی کنه چون ول کرد تو قطر قرار داد بس هستش دیگه. من نمیگم دیگه، توی ثبت شده دیگه، نگاه بکنید استقلال تو بدترین شرایطی بازی کنه ایشون ول کرد نیم فصل رفت. بعد میاد الان یقه پاره میکنه برای استقلال آقای نکونام. واقعا میگم من پیش خودم فکر میکردم جواد نکونام فوتبالی که در لالیگا بازی کرده، جام جهانی بوده، کاپیتان تیم ملی بوده، چی واقعا شما یاد گرفتی رو زمین فوتبال از مربیانی که باهاشون کار میکردی؟ من لیگ ایرانو میذارم کنارم، باز مراجعه میکنم به لالیگای اسپانیا، میگم حداقل حرمت و شرافت اون لالیگای اسپانیا رو حفظ کن، به لجن نکش اونجا رو. واقعا من درخواست میکنم از بقیه باشگاه فدراسیون فوتبال آقا جامو بیاید بدید به نواد جواد نکونام ببره شباب تو توی تخت خودش بغلش بگیری بخواب. اینقدر بچه بازی، اینقدر ابله بازی، انقدر این که مثلا مهم دیگه همه چی به لجن و کثافت بکشید که بیاد مثلا مثل سردمداران همون نظام بگید آقا همه دنیا دشمن ما، همه میخوان ما رو ال کنن، همه میخوان ما رو بل کنن، در حالی که اون کثافت بازی و اون فکر کثیفی که خودشون دارن اونا باعث شده که فکر بکنن همه دنیا باهاشون دشمن. آی نکونام شما هم همین اتفاق براتون داره میفته. واقعا میگم انقدر فوتبال ارزش داره، شما برید مصاحبه جواد نکونام و دوستانش رو نگاه بکنید، به غیر از همین حرفا و اراجیف هیچ چی دیگه ای نبوده. داورا اونوری هن، مدیر ما به گنگ کشید، مدیر ما این کاره نبود، اون میخواست ما رو بزنه زمین. آقا خودتون چی پس؟ دارید شلوغش میکنید، دارید مظلوم نمایی میکنید که این وسط از آب گلالود مایی بگیرید. ملت شما چی حساب که جواد نکونام؟ مهتی هاشمی نسب خیانتش که به تمام دنیا، خیانتی که به پرسپولیس و به هواداره پرسپولیس گد، اون که هیچی، این نشون داده که اصلا تو وجود چیزی به اسم مرام و معرفت اصلا نیست. ترکیب جواد نکونام و مهدی هاشمی نسب الان به صراحت دارم میگم زمختی، تلخی و کثافت کاری. حیف که فوتبال ایران بازیچه دست این آدم ها شده و قهرمانی براشون انقدر مهمه که فقط چشاشون رو میبندن و حرف میزنن، یک لحظه فکر نمیکنن که آقا دو دقیقه بعد این حرف رو زدن و از اون کنفرانس خبری اومدن بیرون یک کمی آرامش پیدا کردن آیا میفهمن که این حرف ها چی بود زدن؟ واقعا ارزش داره جواد نکونام. من واقعا برای تو و دوستانت کاملا متاسفم که همه چیز رو به لجن کشید. مردم ایران، دوستان خوبم، عذرخواهی میکنم یه خود تون شدم، ولی هیچ چیزی مهمتر از مرام و انسانیت و معرفت و مشتیگری نیست. ورزش، پول، شهرت، همه اینها میاد و میره، اون چیزی که میمونه نام نیکه. من امیدوارم
جواد نکونام بره تو خلوت خودش یه ذره فکر کنه، ببینه واقعا این حرفا و این اتفاقاتی که داره رقم میزنه انقدر ارزش داره، واقعا ارزش نداره. یه بار دیگه دوست خوبم شهروین در لحظه پایانی زیرنویس میکنه راههای ارتباطی ما و شما رو، لطفا ما رو در یوتیوب سابسکرایب بفرمایید، در اینستاگرام فالو و در فیسبوک لایک. منتظر نظرات خوبتون هستیم. دم همتون، یه شب روزتون خوش. امیدوارم سلامت و تندرست باشید.